سلامت، رفاه، خوراک، لباس و مسکن. حتی شما میدونستید که برخورداری از اینها حق هر انسانه. اما چیزی که کسی نمیدونه اینه که پس حقوق انسانی این افراد چی شده؟ این حقوق کی و کجا از اینها دریغ شده؟ تا شما پاسخ این سوال رو پیدا کنید، من میرم سراغ ماده بعدی. میرسیم به بند یک ماده 26 که میگه هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه‌ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه هم باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد. اگر بند یک ماده 26 به اینها بر نمیگرده، پس این بند در نظام آخوندی شامل چه کسانی میشه؟ آیا این کودکان شایستگیش رو ندارند یا یکی این حق رو ازشون گرفته؟ بله، این تصاویری که دیدید نمونه هایی از رعایت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در یکی از کشورهایی که عضو قطعی ملل متحده. در جلسه عمومی سازمان ملل متحد اجازه دادند که یه عده‌ای بیان و در درون اجلاس علیه سخنرانی یک عضو قطعی سازمان ملل اخلال کنند. بله، وقتی که میخواد عربده کشی کنه و دنیا رو تهدید کنه، خودشون رو عضو قطعی ملل متحد میدونند. اما وقتی که پای اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به میون میاد، دیگه جامعه بین الملل فراموش میشه.